بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الخلائق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللهم الدائم على أعدائهم ومنكري حقوقهم وجاحدي فضائلهم أجمعين، وعرض سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم و از برنامه معراج. خوشحالم که در خدمت شما هستم از شهر مقدس کربلا، از استودیوی بین الحرمین و از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، و همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرام. سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و خیلی خوش رحمت آمدین. الله و برکات و سلامت باشید. بنده هم خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم مورد لطف و عنایات خاصه حضرت آقا بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه قرار بگیرن، در خدمت شما هستم. الله حفظتون کنه. بینندگان محترم، حدیث برنامه رو با هم ببینیم و انشاءالله بعد از آن در خدمت کارشناس هستیم جهت ادامه مباحث گذشته. الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. السلام على المهدي وعلى آبائه. حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه نورانیشون علت وجوب وفای به نذر را بیان میکنن که چرا خدای متعال وفای به نذر آن را واجب کرده بر اهل ایمان. میفرماید علتش تعریضا للمغفره، برای اینکه خدای غفار انسان مؤمن را مورد مغفرت و مورد بخشش خودش قرار بدهد. خداوند چه کرده؟ وفای به نذر را واجب کرده. یعنی اگر مؤمنی از مؤمنین نذری بکند باید به نذر خودش حتما عمل کنه، و عمل نکردن به نذر حرام و باعث کفاره است. اما اگر چنانچه به نظر خودش عمل کرد، این در واقع خودش را در معرض عفو و خوشنودی خدای عز و جل قرار داده. انسان با ایمان برش لازمه که توجه داشته باشد که در معرض عفو خدای عز و جل خودش را قرار بده. یعنی باید کارهایی را انسان مؤمن انجام بده که نتیجه اون کار بخشش خداونده، و دوری باید بکند انسان از کارهایی که باعث غضب خداوند، باعث خشم خدای عزوجل میشه. در این باره خداوند در سوره مبارکه نور آیه 22 میفرماید ولیعفو ولیصفحو، اهل ایمان باید دارای گذشت داشته باشند، باید دارای عفو باشند. اگر کسی به اونها بدی بکند، بدی اونها رو مد نظر نگیرند، اونها رو ببخشند، همینطوری که توقع دارند و انتظار دارند از خدای عزوجل که خداوند اونها رو ببخشه، خدا هم انتظار دارد از اهل ایمان که از بدی دیگران چشم پوشی کنند. میفرماید ولیعفو، این صیغه امره، یعنی باید نسبت به هم دیگر عفو و گذشت داشته باشند. الا تحبون، میفرمایید آیا دوست ندارید
ان یغفر الله لکم. آیا دوست ندارید که خدا شما را مورد مغفرت خودش قرار بده؟ یعنی زمانی مغفرت خداوند شامل شما می شود که شما سیره عملیتون در زندگی عفو گذشته از خطای دیگران باشه. والله غفور رحیم، خدای شما خدایی است غفور. غفور فعوله، صیغه مبالغه است، یعنی بسیار عفو کننده است و بسیار دیگران را مورد مغفرت خودش قرار میدهد. بنابراین از راههایی که انسان میتواند خودش را در معرض غفران خداوندی قرار بده اینه که از خطای دیگران، از لغزش دیگران، از بدی دیگران چشم بپوشه، بالخصوص اگر اون دیگران از ارحام انسان باشن، از نزدیکان انسان باشن. مؤمن رحم هم مؤمن است، اهل ایمان است، از دوستان اهل البیت است و هم جزء ارحام. اینجا انسان بیشتر باید از خودش عفو نشون بده، بخشش نشون بده تا مورد مغفرت خدای غفور رحیم قرار بگیره. در ذیل این آیه کریمه روایات هست که چه بکند انسان تا خدای عزوجل او را ببخشه و او را عفو کنه. مولای متقین آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین می فرماید من تنزه عن حرمات الله سارع الیه عفو الله. هر کسی، مرد باشد یا زن، هر انسان با ایمانی که دوری کند از حرام های الهی، دوری کند از شرک، دوری کند از نفاق، دوری کند از حسد، دوری کند از کبر، دوری کند از عجب و خودپسندی، دوری کند از ظلم به دیگران، دوری کند از رباخاری، دوری کند از شرابخاری، از هر عملی که خدای عزوجل اون را حرام کرده، اگر انسان خودش را منزه کنه، خودش را پاک بکنه از حرام ها، عفو و بخشش الهی به سمت او سرعت پیدا می کند. سارع الیه نمی فرماید مورد عفو الهی قرار می گیرد، بلکه می فرماید عفو الهی، بخشش الهی با سرعت و با شتاب به سوی او حرکت می کند. یعنی یک گام، یک قدم انسان وقتی بر می دارد و حرامی از حرام های الهی را ازش چشم بپوشد، فوراً و با سرعت مغفرت الهی شامل حال او خواهد شد. در روایت دیگری باز مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد. خداوند بندگانش را با انواع سختی ها مبتلا میکنه، یعنی امتحان میکنه. امتحان خداوند برای چیه؟ عللی داره. فلسفه امتحان الهی این جهاتی داره. یکی از جهاتش چیه؟ میفرماید لیجعل ذالک ابوابا الی فضله. تا این گرفتار شدن انسان مؤمن و امتحان شدن این انسان مؤمن به انواع شدائد و به انواع سختی ها، مثلا سختی نداشتن مال، سختی نداشتن زن صالحه، سختی نداشتن فرزند صالح، سختی داشتن همسایه بد، سختی حاکم شدن ظالم و ستمکار بر انسان، همه این سختی ها برای چیه؟ برای اینکه خدای عزوجل میخواد دروازه هایی را بگشاید به سوی فضل و کرم خودش، میخواد تفضل کند به بندگانش، میخواد عنایت بیشتری به اونها بکند،
دروازه فضل الهی زمانی به روی انسان گشوده می شود که انسان از دریچه های این گرفتاری ها وارد بشه، باید وارد سختی بشه، باید وارد ناراحتی و شدائد بشه. بر اثر ورود در شدائد و سختی ها دروازه فضل الهی به روی انسان گشوده می شود. ان مع العسر یسرا. و می فرماید و اسبابا لعفوه. این گرفتاری ها و امتحان شدن انسان به انواع شدائد و سختی ها، اینها سبب هایی است به سوی عفو و مغفرت خدای عزوجل. گرفتار می کند که ببخشد، گرفتار می کند که عنایت کند، که عنایت او و عفو او اصلا قابل قیاس با اون گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد قابل قیاس نیست. وقتی انسان خواهد دید عفو الهی را و فضل الهی را، اونجا آرزو میکند که ای کاش من همیشه در سختی بودم، ای کاش همیشه در شدت و در گرفتاری بودم. در روایت دیگری، روایت از آقا امام صادق علیه السلام، که چه کند انسان تا در معرض عفو و بخشش الهی قرار بگیرد، میفرماید اعف عمن ظلمک، ببخش اون کسی را که به شخص تو ظلم کرده، اونی که به تو ظلم کرده، اونی که به تو ستم کرده، همسر که به تو ستم کرده ببخشش، فرزند به تو ستم کرده ببخشش، همسایه است به تو ظلم کرده ببخشش، مؤمنی از مؤمنین ناخواسته به تو ظلم کرده ببخشش. می فرماید اعف عمن ظلمک، مطلق مقید به قید خاص نیست، هر کسی که به تو ظلم کرده تو مقابلش او رو ببخشش. و این سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که وقتی وارد شد در مکه مکرمه با اون سپاه 10,000 نفری، با اینکه حضرت کاملا مسلط بودند بر مکه و اهل مکه، بزرگترین دشمنان خودشون را حضرت اونها را بخشیدن و اونها را چیکارشون کردن؟ عفوشون کردن. خب این باید برای ما درس باشد که بفهمیم این اسلام دین رحمته، دین بخششه، دینی نیست که بخواد با مردم با خشونت رفتار بکند. میفرماید اعف عمن ظلمک کما انک تحب ان یعفا عنک، همینطوری که دوست داری که خداوند تو را ببخشه و غفران الهی شامل حالت بشه، تو ببخش دیگران را، ارحم ترحم، رحم کن به دیگران تا مورد رحم الهی قرار بگیری، دیگران را ببخش تا خدای عزوجل هم تو را ببخشد. از اینکه خداوند غفار است و بخشنده است انسان باید درس بگیره، و اون این است که تا نبخشی مورد بخشش خدای تبارک و تعالی قرار نمیگیره. وقتی انسان با وجود این که محدوده بیاد دیگری را ببخشد و از حق خودش چشم بپوشه، وقت ببین خدای عزوجل که خالق عالی متعاله چگونه انسان را مورد عفو، مورد مغفرت و بخشش خودش قرار میده. جمله دیگری که حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه نورانی میفرماید توفیت المکیال والمیزان تغییرا للبخس، از واجباتی که از سوی خدای عزوجل به انسان داده شده و بر دوش انسان نهاده شده اینه که در معاملات، در بیع و شراء، اون جایی که می فروشد و اون جایی که می خرد، باید رعایت انصاف و عدالت را بکنه. چیزهایی که به پیمانه، به صورت پیمانه می فروشد، باید پیمانه را به اندازش
تحویل مشتری بده، نه اینکه پیمانه را کم کنه و پول بیشتری بگیره. چیزی که به واسطه وزن فروخته می شود نباید وزن کمتر را بده و پول بیشتر بگیره. مثلا نباید 900 گرم بده و پول 1 کیلو را بگیره. می فرماید رعایت کردن پیمان و رعایت کرد پیمانه و رعایت کردن ترازو و حق پیمانه و ترازو را رعایت کردن و در این بار انسان عدالت از خود نشان بده و منصفانه رفتار بکنه، این برای چیه؟ برای اینکه انسان دوری کند از کم فروشی، به خاطر اینکه کم فروشی از جمله گناهان کبیر است. علمای علم تفسیر یا علمای علم اخلاق میان گناه ها را دو قسم میکنن، گناهان صغیره و گناهان کبیره، و میفرمایند گناهان کبیره خصوص اون گناهانیه که خدای عزوجل وعده عذاب برای اون قرار داده است. وقتی به آیات و روایات مراجعه کنیم میبینیم کم فروشی از جمله گناهان کبیره، از گناهان عادی معمولی نیست. یک سوره قرآن کامل در موردش داریم. بله بله، همین سوره مطففین که خدای عزوجل میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ویلون، این ویلون یه نوع نفرینه از طرف خداونده، یعنی هلاکت و نابودی مخصوص مطففین است. مطففین یعنی اونایی که کم میفروشن، اونایی که رعایت کیل را و رعایت وزن را در خرید و فروش نمی کنن. جناب استاد دو دقیقه تونید. بله، توضیح میدهد آیه شریفه که مطففین کیا هستند. اینا در موقع خریدن یک رفتار دارن و در موقع فروختن رفتار دیگر دارن. وقتی که میخوان از مردم بگیرن پیمانه کامل میگیرن، وزن کامل میگیرن، اون وقتی که میخوان بدن خودشون وزن کمتر میدن. میفرماید الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی میخوان چیزی رو از مردم بگیرن به عنوان خریدار سعی میکنن کامل بگیرن تا چیزی ازشون ضایع نشه. اما وقتی که میخوان فروشنده باشن و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که میخوان چیزی را به صورت پیمانه ای بفروشن، مثل فروختن فرض کنین نفت و بنزین، یا چیزی را که میخوان به واسطه وزن کردن بفروشن، مثل فروختن قند، شکر، برنج، گندم، خب وقتی میخوان بفروشن کم میفروشن، وزن را کاملا رعایت نمی کنن. 900 گرم را به جای 1 کیلو به مردم می فروشن. در کیل و وزن کم می کنن، یخسرون. در ادامه ببینین شدت این گناه را آیه بیان می کند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، چرا این کار می کنن؟ چرا کم فروشی می کنن؟ کم فروش ها مگر نمی دانند که مبعوث می شن؟ بعد از اینکه از دنیا رفتن دوباره خدای عزوجل اونها را زنده می کند، لیوم عظیم، برای روز قیامت که روز بسیار عظیمی است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که در اون روز انسان ها در برابر خدای عزوجل نگه داشته می شوند و باید پاسخگوی تمام اون کارهایی که در دنیا انجام دادن، از جمله کارهایی که به سختی باش مواجه خواهند شد و برخورد سختی با آنها خواهند کرد مسئله کم فروشی. لذا می فرماید ویلون للمطففین، وای به حال کسانی که در معاملاتشون رعایت عدالت و انصاف را نمی کنند و کم فروشی میکنه. البته آداب اسلامی خیلی گسترده‌تر از این هاست، یعنی مثلا بله. داریم تعریف کردن از جنس بله. کار پسندیده ای نیست بله. قسم خوردن کار خوبی بله. نیست بله بله، نه خب احکام مربوط به معاملات
مهمش همینه که از واجبات اینه که انسان کیل و میزان را کامل رعایت بکنه و درش عدالت داشته باشد، کم فروشی نکنه. طيب الله انفازكم. سلامت باشید. بینندگان محترم، ممنون که تا اینجا برنامه همراه ما بودین. میان برنامه رو با هم ببینیم و انشاءالله بعد از آن به سوالات شما عزیزان میپردازیم. عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان محترم و عزیز. میان برنامه که مشاهده کردین راه ارتباط شما با برنامه معراج هست که از طریق واتساپ و تلگرام میتونید سوالات شرعی و اعتقادتون رو بفرستید و اینجا توسط جناب استاد به همان پاسخ داده میشود. جناب استاد خسته نباشید. سلامت باشین. ممنون و متشکر. برنامه قبل یک سوال ناقص مونده، اگر اجازه بدین دوباره مطرح کنیم. در خدمتتون. نماز آیات را بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که نماز آیات اسبابی داره، یکی سببش گرفتگی ماهه، یکی گرفتگی خورشیده، بله، یکی زلزله است و یکی هم بادها و طوفانهای شدیدی که اغلب مردم به خاطر اونها بترسند. اگر چنین مواردی پیش آمد، نماز آیات بر انسان واجب میشه. نماز آیات دو رکعته، اون تا در هر رکعتی 5 رکوع داره، 5 رکوع در رکعت اول، 5 رکوع در رکعت دوم. بعد از اینکه انسان نیت نماز آیات رو بکنه و تکبیرت الاحرام بگه، باید سوره حمد رو بخونه با یک سوره کامل، نه سوره ناقص. حمد و یک سوره کامل، بعد برد رکوع. سر از رکوع که برمی‌داره مجدداً حمد و سوره کامل، رکوع دوم و به همین طریق ترتیب تا 5 رکوع. سر از رکوع پنجم که برمی‌داره میرد برای سجده، 2 سجده به جا میارد، بعدش بلند میشد برای رکعت دوم. در رکعت دوم هم بازم 5 رکوع داریم. حمد و سوره کامل 1 رکوع، حمد و سوره کامل رکوع بعدی تا رکوع پنجم در رکعت دوم. یعنی تمام این نماز که 2 رکعت است، 5 رکوع در رکعت اول میشه، 5 رکوع هم در رکعت دوم. قبل از هر رکوعی حمد و یک سوره کامل. روش دیگری داره خوندن نماز آیات که اون روش مختصره. بعد از اینکه انسان نیت نماز آیات رو بکنه، مثلا نماز آیات به جا می آورم قربتن الالله تعالی، بعدش تکبیرت الاحرام میگه و بعدش سوره حمد را تماما میخونه. بعد از آن یکی از سوره های قرآن را 5 قسمش میکنه، برای هر قسم آن 1 رکوع به جا میاره. فرض کنیم سوره توحید، سوره قل هو الله احد را 5 قسم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم 1 قسم، برد رکوع. سر از رکوع برمیدارد قل هو الله احد، میرد رکوع. الله الصمد، میرد رکوع سوم. لم یلد ولم یولد، میرد رکوع چهارم. ولم یکن له کفوا احد، میرد برای رکوع پنجم. سر از رکوع پنجم که برداشت میرد برای سجده، 2 سجده را به جا میارد، دوباره بلند میشد، میشته حمد میخوند کامل. بعد از حمد همون سوره را
پنج قسمش میکنه، برای هر قسمش یک رکوع به جا میاره. دیگه نیاز نیست مجددن حمد خونده بشه، یک مرتبه حمد را میخونه چه در رکعت اول چه در رکعت دوم، ولی سوره را پنج قسمش میکنه، برای هر قسمش یک رکوع به جا میاره. البته مستحب قبل از رکوع دوم، قبل از رکوع چهارم، قبل از رکوع ششم، قبل از رکوع هشتم و قبل از رکوع دهم مستحب انسان قنوت به جا میاره. بعد از اینکه از رکوع آخر سر بلند کرد، میرد برای سجده، دو تا سجده رو به جا میاره، تشهد میده و سلام نماز رو میده. این کیفیت خوندن نماز آیات بر زن و مرد هم فرقی نمیکنه. ممنونم جناب استاد. باید هم توجه داشته باشن که بسم الله الرحمن الرحیم خودش یک جزء مستقل داره. بله، اینجا اینجا اختلاف هست بین فقها. بله، بعضی بسم الله الرحمن الرحیم را گفتنش واجب میدونن، اما جزء سوره قرآن اون را نمیدونن. اینجا مشکل میشه رو فتوای کسانی که بله، کسانی که تقلید میکنن از مراجع تقلیدی که فتواشون اینه، اینجا نمیتوند به بسم الله الرحمن الرحیم تنها اکتفا کنه. مثلا باید بگید بسم الله الرحمن الرحیم قل و برد برای رکوع. ممنونم جناب استاد. سلام علیکم، اگر کسی به زیر دستش یا حاکمی به مردمش ظلم کند تکلیفش چیست؟ ظلم و ستم از جمله گناهان کبیره است که در روایت می‌فرماید ظلم باعث ظلمت قبر انسان میشه، باعث ظلمت روز بله قیامت انسان میشه و تا مظلوم از ظلم ظالم نگذرد، خدای عزوجل ظالم را به حال خودش رها نمیکنه و به سختی و به شدت باش برخورد میشد با شخص ظالم تا وقتی که مظلوم او را نبخشیده باشد. بله، ممنونم جناب استاد. سوال شده در اسلام چه کسانی حکم شهید را دارا هستند؟ اولا شهید کسی که در میدان نبرد با کافران به شهادت برسه، این را بهش میگن شهید، که قرآن کریم میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید، شهید در راه خدا، اینها مرده نیستن، اینها زندن و نزد پروردگار متعال مشغول خوردن روزی هستند. اما عده هستند اینها حکم شهید را دارند، یعنی ثواب شهید را، اجر شهید را، خداوند مقام شهید را بهشون مرحمت میکنه. مثلا روایت میفرماید، روایت معروفه هم بین شیعه و هم بین دیگران، حتی اهل خلاف هم این روایت را نقل میکنن، که میفرماید من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، کسی که از دنیا بره و قلبش نورانی باشد به نور محبت و دوستی به آل پیغمبر. آل پیغمبر یعنی امیر المؤمنین، یعنی حضرت زهرا علیه السلام، یعنی امام حسن، امام حسین، امامان معصوم بعد از امام حسین علیه السلام. کسی که از دنیا بره و قلبش دارای محبت به این عزیزان باشد، خداوند مقام شهید در راه خدا را و اجر و ثواب شهید را بهش میده. یا کسانی که وقتی از دنیا میرن با مرگ های سخت از دنیا میرن، مثلا مرگ زن هنگام زایمان، این خدای عزوجل اجر و مقام شهید را بهش مرحمت میکنه. یا کسی که به صورت غرق شدن در آب، در دریا، در رودخانه اگر غرق میشد، این ثواب شهید در راه خدا را خدا بهش مرحمت میکنه. کسی که کشته میشود در راه دفاع از ناموسش، در راه دفاع از اموالش، ظالمی غاصبی اومده مالش را ببره، اومده میخواد
تعدی کنه به ناموسش، برای دفاع از ناموسش قیام بکنه و کشته بشه. خداوند مقام شهید در راه خدا را بهش مرحمت بکنه. و خلاصه کسانی که مرگ اونها مرگ سختی و شدیدی باشد، اینها مورد لطف خداوند قرار میگیرن و خداوند اجر شهید را بهشون مرحمت میکنه، حکم شهید را دارن. متشکرم. حدود 2 دقیقه مونده. سوال هست: با همسر نزدیکی حاصل شده ولی منی خارج نشده است، آیا قصد واجب میشود؟ خدمت شما عارضم، جنابت دو تا سبب داره، یکی خروج منیه، یکی دخول هنگام نزدیکی، ولو اون که از انسان منی خارج نشه. یکی از این دو سبب که حاصل بشه، این شخص جنوب هست و باید بعدش چکار کنه؟ بعدش حتما باید غسل کنه، و تنها غسلی که کفایت می کند انسان را از وضوع، غسل جنابته. پس جنابت حالتیه که دو تا سبب بیشتر نداره، یا بیرون آمدن منی از انسان، و یا اینکه چه در بیداری چه در خواب، و یا اینکه هنگام مقاربت و نزدیکی دخول حاصل بشه ولو انزال نشه، ولو از انسان منی خارج نشه. به این دو سبب انسان جنوب میشه و باید غسل کنه. بقیه سوالات بموند برای برنامه بعدی. در خدمت شما هست. بینندگان محترم، ممنونم که برنامه معراج برای فراگیری علوم اهل بیت صلوات الله علیهم و احکام دین مبین انتخاب میکنید. تا دیدار دیگر، در پناه امیرانی باشید. یا علی مدد.